در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که اینجا در استودیو با ما همراه شده. اردوان، توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس تمدید شده، خب این چه کمکی میتونه بکنه به آزادی بیشتر گروگان ها؟ اجازه بده بگیم که چه کمکی به حماس خواهد کرد. شاید اینجوری بهتر باشه، همونجوری که اشاره که یکی از رهبران حماس هم ساعتی پیش کرده که در خبر هم بهش اشاره کردید شما، واقعیت اینه که برای حماس این لحظات هر ساعت بیش از یک ماه میارزه، به دلیل اینکه این وقفه کمک میکنه حماس از وضعیت موجود، یعنی بحرانی که باش روبرو هستش، مسئله اجماع نیروهاش در داخل خاک که کاملا بخشیش در شمال تقریبا میتونیم بگیم مورد هدف قرار گرفته، شامل تونل ها، شامل مراکزی که مستقر شدن و مسائل زیاده است، رو کاملا ما میتونیم بفهمیم که برای حماس امروز چقدر میارزه این قصه. ما با آخرین خبری که در حال حاضر داریم میدونیم که تاکنون در آتش بس 81 نفر از گروگان‌ها آزاد شدن. به نظر میرسه با این لیست جدید ممکن تعداد بیشتری هم باشه، اما در عمل من فکر میکنم حماس تنها فاکتوری که الان براش خیلی مهمه فاکتور زمان هستش، به دو علت. رویکرد اول اینکه حماس میتونه از وضعیت بحرانی که در حال حاضر باعث از هم گسیختگی تمام نیروهاش شده در ظرف عملیاتی که در چند روز گذشته انجام شده در شمال، میتونه به نوعی سعی بکنه تا یک همگرایی دوباره در نیروهاش ایجاد کنه، و البته ما میدونیم که بخشی از این نیروها در جنوب هم منتقل شدن و در اونجا مستقر هستن، شاید بتونه بهش کمک بکنه. اما از طرف دوم اینم در نظر بگیرید که این وقفه ها نکته دوم مثبتی که میتونه برای غزه داشته باشه این هستش که اجماع جهانی رو بتونه فشارش رو بیشتر بکنه برای اسرائیل، که این انرژی و فشاری که اسرائیل توامن با این قدرت در شمال و در جبهه در داخل غزه گذاشته رو کاهش بده. همونجوری که اشاره کردیم مسئله گروه 7 هستش، بیانیه گروه 7 که اخیراً صادر شده، و این یکی از نشانهای همین تعلله. وقتی این حرکت به منجمد میشه، ثبت میکنه، خب فرصت بیشتری برای مذاکره پیش میاد. گروه 7 هم در بیانیه به طور رسمی خب اعلام کرده که در واقع اونها به دنبال تشکیل کشور دومی هستن، یعنی کشور اسرائیل و کشور فلسطین هستن، و از این کار حمایت میکنن. در این حال موافق این هستن که همه گروگان ها آزاد بشه. خب الان فکر میکنی اشاره کردی به اجماع جهانی علیه اسرائیل، یعنی کشورها متحد بشن برای یک آتش بس طولانی تر، فکر میکنی چقدر میتونه در نهایت نتیجه بده و شاید یک آتش بس دائمی و طولانی تر باشه؟ زینب اجازه بده من این نکته رو اصلاح بکنم، در واقع این اجماع علیه اسرائیل نیست، اجماع جهانی برای تمدید آتش بس، به دلیل اینکه شما میدونید که در نهایت همه با این قضیه موافق هستن که به هر حال یک اتفاق در 7 اکتبر افتاده و در شرایط خاصی وضعیت بحرانی رو در واقع حماس به وجود آورده. اجماعی که الان وجود داره اینه که تلاش بر این هستش که بر کشته ها تاثیر، یعنی کاهش تعداد کشتگان رو روش کار بکنن، و این اجماع جهانی بر این است، به دلیل اینکه ارتش اسرائیل متحد به دو امر شده، همونجور که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم تاکید کرده، آزادی گروگان ها و از بین بردن کامل حماس. مسئله اینه که حماس به نوعی تنیده در بدنه اجتماعی و شهروندان هستش، به طب آمار این کشته ها همش بالا رفته، طبیعی است که خب وقتی شما هدفی رو دارید میزنید که مثلا محل سامانه های راکت پراکنی مثلا در یک کودکستان هست، خب طبیعی که شما وقتی دارید حمله میکنید با یه همچین چیزی، متاسفانه با یه همچین چیزی روبرو میشید، و این شرایط به وجود نیامده که اینا اصلا تفکیک بشه. طبیعی است که حماس تلاشش رو خواهد کرد تا از این وضعیت استفاده کنه، اما جامعه جهانی هم نمیتونه بپذیره. شما 1200 کشته رو در اسرائیل دارید، ولی یادتون باید باشه تا کنون نزدیک به 14000 شهروند در غزه کشته شدن. اجماع جهانی بر این هستش که کاهش هزینه باشه، در این حال اهداف لازم هم برای آزادی حماس، گروگان از دست حماس انجام بشه و به نتیجه برسه. بسیار متشکرم از اردوان روزبه که اینجا در استودیو با هم